تو این ویدیو میخوام بهتون 6 تا شگرد نانوشته رو بگم که سوئدی‌ها باهاش تلاش میکنن تا جهان اول باشن و حال خودشون رو خوب کنن. تازه از خواب بیدار شدم وقتی یه تغییر اساسی. بریزیم بکوبیم ببینیم چی از آب در میاد. نه، اینم جواب نمیده. ماشین ما اینواره. آره بابا. قبل اینکه ولاگو شروع کنیم گفتم بریم یه خونه ببینیم. به خونه دیدن میگن ویسنی. دعا کنید بتونیم خونه رو بگیریم. یعنی این گاهی دهکده سرسبزای کارتونای دوران بچگیمون بود. خیلی باحال جاش. آره بابا خسته شده بودم بعد اذیت میکرد، الانم هوا گرم شده برای همین زدم ریشامو. قیافم عوض شده ها. رفقا چطورین؟ شهروزم. اگه بار اولی که این کانال رو تماشا میکنی، من و سمیرا و دوتا بچه‌هامو یه خانواده ایرانی هستیم که سوئد زندگی میکنیم. با بدی‌ها و خوبی‌هاش اوکی. تو این ویدیوها لحظه‌هایی از زندگیمون رو با شما به اشتراک میذاریم، از تجربیاتمون میگیم، شما رو کنار خودمون داریم. ما اومدیم پیکنیک، جاتون خالی، یه نهار زدیم، استراحت رو کردیم. سر حال شدم گفتم بیام باهاتون حرف بزنم. اینجا به خاطر اینکه خیلی هوا گرم شده، دولت اعلام کرده که آتش روشن نکنید. ناهاری هم که زدیم ناهار سرد بود. تو ممکن آتش درست کردن باعث آتش سوزی بشه، مثلا اینجا که پر از درخت و جنگل و این چیزا هم هست. تو این ویدیو میخوام بهتون 6 تا شگرد سری، 6 تا قانون که سوئدی‌ها صداش میکنن قوانین نانوشته. بعد از جنگ جهانی دوم 70 80 سال پیش قوانینو مینویسن ولی اسمشو میذارن نانوشته. شروع میکنن هی مرورش میکنن، تمرینش میکنن. بعد از جنگ جهانی دوم یکی از تاثیرپذیرترین کشورها از جنگ سوئد بود. اینا شروع میکنن چند تا قانون و شگرد و راز و رمز برای خودشون مینویسن ولی اسمشو میذارن قوانین نانوشته که با تمرین اینا، با مرور اینا جهان اول بمونن، حالشون خوب باشه، سرشون رو بالا بگیرن، پر از اعتماد به نفس باشن. ولی قبلش بهتون بگم این شگردایی که من بهتون میگم هنوزم خودشون موفق نشدن کامل به اجرا درش بیارن. شماره 1، میگن همه خوبن مگه اینکه خلافش ثابت بشه. فکر کنم این برعکس ذهنیت ماها بوده تا حالا، نمیدونم. میگن هیچ کی ذاتش و نفسش و درونش و بیرونش بد نیست. یه اشتباه این دور و بر رخ بده، کار بدی بکنه، بد بشه. بیشتر موارد مجرما بخشیده میشن، خلافکارا بخشیده میشن. تو سوئد اگه خبر باشین. این اولین قانون نانوشته سوئدیه. همه قدمی بزنم اینقدر آفتابش تنده باید بدویت بری به سایه بعدی. تو بیشتر موارد به همه اطمینان میکنم. مثلا به معلمت اگه بگی مریضم بی برو برگرد قبول میکنه. مواظب خودت باش پس حالت خوب شه. تقریبا تا حالا نشده که من معلمی رو ببینم که به شاگردش بگه که این دروغ میگه ها، مریض نیست، میخواد نیاد سر کلاس میگه. ولی چرا از معلمایی که از ملیت های دیگه هستن قطعا میبینم، یعنی بی برو برگرد اول اینو میگن. دومین شگرد که خیلی مهمه به درد ما ایرانی ها هم میخوره اینه که خب بچه ها زیرانداز اینجا تنهامون که. دومین شگفت، سیاستمدار سلبریتی تو این کشور هیچ مقامی نداره، هیچ جایگاهی نداره. سیاستمدار و سلبریتی کاملا زندگیش مثل مردم، بگن که آه تو هنرمندی باید این کارو بکنی، نه، عین مردم معمولی زندگی میکنه، عین مردم معمولی دکتر میره، رستوران میره. اینجوری نیست که الگوی مردم باشن، یه سری کارا رو بکنن یا از یه سری چیزا محروم باشن. این گلزار بابا تیپی نداره، من پسر خالم از این، خودم از این خوشتیپترم. اصلا لازم نیست، فقط اومده به شما خدمت کنه، ببینیدش کیف کنید، دوستش هم ندارید نگاهش نکنید. کلاسه؟ ببینم. میرم سراغ شماره 3، نمادهای با کلاسی. این قضیه با کلاس و بی کلاس وجود داره، تو همه جای دنیا هست. این تاثیر جنگ جهانی دومه. آدمایی هستن که بقیه رو بی کلاس میدونن، یه سری هم هستن که بقیه رو با کلاس میدونن. اومدن نمادهای با کلاسی رو تعریف کردن به رعایت حقوق بشر، حفظ محیط زیست، رعایت قانون، احترام به هم نوع، مساوات بین عموم مردم، بلخص زن و مرد. میدونید دیگه تمام تلاششون اینه که مساوات بین زن و مرد برقرار بشه. به جای خیلی خوبی هم رسیدن. شماره 4، وقتی که کسی مسئولیه برای کاری، چه خودشون بهش رأی داده باشن، انتخابش کرده باشن، چه باهاش مخالف باشن، حرفشو گوش میکنن. مثلا هواشناسی میگه که امروز بارون میاد، بدون استثنا اون روز میبینی که سوئدیا یه بارونی دستشونه. سوئدیا اهل چتر نیستن، اهل بارونیه. واقعش اینه که بارون نمیاد دیگه. هیچ کدوم به اون هواشناسی فوش نمیدن که مرتی که نفهم اشتباه گفت، اشتباه تشخیص داد وضعیت هوا رو. میگن خب اتفاقه دیگه. بچا دیدین تو چند تا ویدیو من بارها بهتون گفتم که تو سوئد عجله برنامه
مهمی داره. شگرد شماره 5ی که میخوام باهاتون راجع بهش صحبت بکنم اینه که ببین تک تک اینایی که بهتون گفتم ربط مستقیم داره به جنگ جهانی دوم. باعث و بهانی این جنگ جهانی دوم. عجله مال آدم تکروه. میخواد خودش جلو بزنه، رئیس باشه، بقیه بمونن پشت سرش. سوئدی‌ها معتقدن یه نفر نباید موفق بشه. همه باید با هم بریم. همه باید با هم به جای برسیم. اگر سر کلاس یه تمرینی معلم میده و تو زود بلند شی بگی من جوابشو میدونم، معلم از این حرکت خوشش نمیاد. تمام کلاس‌ها میشنوی که معلم میگه مشورت با هم بکنید، بعد جوابو اعلام کنی. کار گروهی اولین حرفو میزنه تو این کشور. توی جامعه تک تک اعضای جامعه باید به هم کمک کنن تا جامعه به سمت جلو بره. شگرد شماره 6 که خیلی مهمه، خیلی تمرین میخواد، اینه که زندگی درون و بیرونشون، خونه و محل کار و مدرسه شون، اعتقاداتشون و با رفتاراشون همه رو در تلاشن که یکی بکنن. تو این یکی به نظرم یکم موفق شدن. مثلا تو همین یوتیوب. یوتیوب یه پلتفرمیه که آمریکا اختراعش کرد. معلومه همه هم اونجا میتونن توش برنده باشن. ولی موفقای جهان توی یوتیوب سوئدی هن. همین پیودی پای معروف ولاگ اشتراک گذاری لحظه ها، اشتراک گذاری زندگی با دیگرانه. سوئدی ها انقدر زندگی درون و بیرونشون یکیه، راحت میتونن اینو ولاگش بکنن. این 6 تا شگرد، این 6 تا راهکار نانوشته سوئدی ها حدود 70 80 ساله دارن روش کار میکنن که جامعهشون رو جهان اول نگه دارن، پر از اعتماد به نفس بمونن. واسه جنبندی یه مرور میکنم. شماره 1، همه خوبن مگه اینکه خلافش ثابت بشه و همه اطمینان میکنیم. شماره 2، سیاستمدارا و سلبریتی ها هیچ مقام خاصی و جایگاه خاصی ندارن، خدمتگزار مردمن. شماره 3، نماده با کلاسی تو این کشور حقوق بشر، حفظ محیط زیست و رعایت قانون. شماره 4، کسی که یه مسئولیتی داره حرفی رو باید بزنه، مردمش اطمینان میکنن، حرفش رو گوش میکنن، اینجوری همه توی یه مسیر حرکت میکنن. شماره 5، عجله نداشتن تو سوئد. هیچکی نباید تنها به جای برسه، همه با هم باید این جامعه رو به سمت جلو پیش ببریم. شماره 6، مهمترین و آخریش، زندگی درون و بیرونش، اعتقادات و رفتارشون یکی بشه. بچه‌ها اینا 6 تا شگردی بود. خود سوئدی‌ها اسم این 6 تا شگردو گذاشتن قوانین نانوشته. حالا برای چی؟ برای اینکه جهان اول بمونن، پر از اعتماد به نفس باشن، این جامعه رو خوب به جلو هدایت بکنن. 100% سوئدی‌ها به این موضوع نرسیدن ها، هنوز نتونستن کامل اجراش بکنن. هر روز دارن به خودشون تلقین میکنن، هر روز دارن مرورش میکنن تا هی بهش نزدیکتر بشن، بهش برسن. این یه دستی که با این تلاش به دست میاد این جامعه رو قشنگش میکنه. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. من برم پیش بچه‌ها یکم فوتبال بازی کنیم.